سلام بر همگان. من بن سبتی، سخنگوی دولت اسرائیل به فارسی، اینجا هستم تا گزارشات و اخبار روز را به زبان فارسی به سمع شما برسانم. این 27مین روز از جنگی است که حماس به اسرائیل تحمیل کرده. 27 روز که در آن بیش از 9000 موشک به سمت غیر نظامیان اسرائیلی شلیک شده و اکثریت قریب به اتفاق این کشور را هر روز به پناهگاه می‌فرستد. تا امروز بیش از 1400 اسرائیلی به دست تروریست‌های حماس کشته شده و بیش از 5500 نفر زخمی شدند. برخی از اجساد با توجه به ماهیت وحشیانه این حملات هنوز شناسایی نشدند و اسرائیل تمام تلاش خود را برای تکمیل فرایند شناسایی و به خاک سپاری محترمه آنها انجام می‌دهد. 242 اسرائیلی و سایر شهروندان از جمله افراد مسن، کودکان و حتی نوزادان در غزه گروگان حماس هستند. ارتش اسرائیل در حال گسترش عملیات زمینی خود در غزه با هدف نابودی توان نظامی و دولتی حماس و بازگرداندن امنیت به مرزهای خود است. شواهد ویدیویی از جنایت 7 اکتبر همچنان در حال آشکار شدن است. برخی از خشنترین تصاویر برای محافظت از بازماندگان و خانوادگان قربانیان تار یا اصلاح شده است. دیروز برخی از مطالب بدون سانسور برای نمایندگان پارلمان اسرائیل نشان داده شد. یکی از نمایندگان آلمو کوهن که خود یکی از اعضای سابق یسم واحد گشت پلیس اسرائیل بوده گفت: من ظلم را در زندگی دیدم و آنچه من در آنجا دیدم جنایاتی است که نازی‌ها را هم شرمنده نمی‌کند. وقتی نوزادی به سن نوه خودم دیدم از آنجا بیرون آمدم. وزیر خارجه آمریکا بلینکن گفت: خانواده 4 نفره پسر و دختر خردسال 6 و 9 ساله و پدر و مادرشان دور میز صبحانه، چشم پدر جلوی بچه هایش بیرون آورده شده، سینه مادر پاره شده، پای دختر و پسر قطع شده اند. قبل از اینکه اعدام شوند و جلادانشان بنشینند و غذا بخورند، انگشتانشان هم قطع شده. این جامعه با این جور آدم ها سر و کار دارد. کوهن ادامه داد: تمام عمرم یک مبارز بودم و من همیشه قوانین اخلاقی داشتم. همیشه می دانستم که به بچه ها صدمه نزنم، زنان را آزار ندهم، سالمندان را آزار ندهم. وقتی قتل‌هایی که مرتکب می شوند را می بینید، برای لذت این کار را کردند. به چشمان من نگاه کنید. اکنون به شما می گویم، اگر متحد نشویم، فرزندانمان در ردیف بعدی هستند. در سراسر جهان بسیاری به هشدار نگف توجه می کنند، زیرا خشونت جهادی به شهرهای بیشتر و بیشتری گسترش می یابد. شهروند سوئدی دوشنبه شب در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. این کار با یک صحنه ترسناک شروع شد. عبدالسلام ال که در ژاکت نارنجی خود قابل مشاهده نیست، در پیام ویدیویی که از خود به جای گذاشته، یکی در آن با دولت اسلامی بیعت می کند و در دیگری قتل‌ها را می پذیرد و می گوید که مردم سوئد را هدف قرار داده است. یک شاهد در اتوبوس: man was at the front and he had a weapon in his bag. I was scared. He could have shot me. A terrifying ordeal. دیگری تهاجم وحشتناکی برای دانش آموزان و کارگران این مدرسه در فرانسه. آن جسد که می‌بینید یک معلم فرانسوی است که کشته شده است. Before falling to the ground and being repeatedly struck. Before police could intervene, a teacher was پلیس ضد ترور در حال تحقیق است. Outside the school, that inside is the body of a French teacher who was killed. The investigation was handed to the anti-terrorism prosecutor's office. An Israeli diplomat. در چین یک جهادیست یک دیپلمات اسرائیلی را در خیابان چاقو زد. A video being shared on the internet appears to show the man was stabbed. در همین حال در پاریس، مهاجمان با لباس پرزولن آمازون به خانه یک خانواده یهودی در منطقه 16 نفوذ کرده، پرستار بچه را تحت سلطه خود درآورده و سعی کردند نوزاد را با بالش خفه کنند. در هند انفجاری در اجتماع مسیحیان 3 کشته بر جای گذاشت. بیش از 2000 نفر در یک جلسه شاهدان خدا در یک مرکز همایش در کرالا شرکت کردند که انفجاری جمعیت را تکان داد و
و حداقل 3 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را مجروح کرد. این پس از تظاهرات بزرگ طرفداران فلسطین در کرالا در روز قبل صورت گرفت، جایی که مشعل رهبر حماس از طریق ویدیو خطاب به جمعیت گفت در خیابان‌ها بیایید و خشم خود را نشان دهید و برای جهاد آماده شوید. به نظر می آید افزایش خشونت در سراسر جهان فعالان ضد غربی را جسورتر کرده است که حملات آنها به مجریان قانون و تهدید شهروندان عادی به طور فزاینده‌ای وقیحانه شده است. در لندن اغتشاشگران آشکارا علیه یک نیروی پلیس محدود خشونت می کنند. در شمال نیویورک یک دانشجو به خاطر فرستادن تهدیدات به یهودیان دستگیر شده است. Anti-Semitic threats against the Jewish community at Cornell University. On Sunday night, the president of the university sent out a letter to students saying a series of horrendous anti-Semitic messages threatening violence against students at Cornell. افزایش حوادث یهودستیزی در پاریس نیز مشاهده شده است. نروژ، نیویورک، برلین و البته شبکه‌های اجتماعی. فعالان ضد غرب و حامی تروریسم در گذشته بدون مجازات عمل می کردند، اما به نظر می آید این موضوع تغییر کرده است. شوک وقایع 7 اکتبر باعث شده که بسیاری از افراد حامی حماس را ثبت و داخل لیست سیاه کنند، به خصوص که رهبر سازمان هر گونه ابهام در مورد اهداف نهایی خود را برطرف کرده است. اسرائیل موجودی است که جایی در زمین ما ندارد. ما باید این موجود را نابود کنیم. ما از گفتن این ابایی نداریم. ما درباره آزادی زمینمان حرف نمیزنیم. در تمام دنیا صهیونیسم و مسیحی باقی نمیمانند. سربازان این جنگ علیه یهودیان، علیه مسیحیت، علیه جهان غرب از سنین پایین آموزش می‌بینند. در جشن پایان سال این مهد کودک، کودکان به تروریست‌های حماس ادای احترام می‌کنند. این جشن مملو از مین‌های ضد تانک، موشک‌ها و آدم‌ربایی ساختگی می‌شود. حماس به استراتژی خود برای جذب نیرو در سنین پایین افتخار می‌کند. این ویدیوی تبلیغاتی فلسطینی یک میز استخدام در کنار یک زمین بازی را نشان می‌دهد. وقتی به ما می‌گویند کی هستند، ما باید به حرف آنها گوش بدهیم. مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات و جزئیات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم. سپاسگزاریم.